فایز اگه میشه سلام. خب اگه میشه سریع بگو که چون میدونم دیدم هی قطع میشی وصل میشی، سریع بگو که تا قبل از اینکه قطع بشی همه نکاتو ما بتونیم استفاده کنیم. بله خیلی ممنون، معذرت میخوام پیش که تلفن ما قطع شده، از شما معذرت میخوام. خب من اینم موضوعی سر مسئله افغانستان که صحبت کردم که گفتم که این مردم یعنی که یه رقم مذهبی خیلی بدون دانش و فهم درست از دینشان است. متاسفانه که در افغانستان دین بسیار رول مهم داره بین مردم رایت ناو. مثلا امروز حالا شما ببینین در جامعه افغانستان، ما با کلمی ازی که میگن افراطی، ما با کلی هم نظر نیستم که مثلا او طالب ها بسیار افراطی هستن، در حالی که طالب ها با تمام امی مردم خود افغانستان اینا به عین دین و مذهب ایمان دارن. اینا همه ایشان کلمه میخوانن، اینا همه ایشان به قرآن ایمان دارن. من نمیدونم که چرا اینا را میگن اینا افراطی هستن، چون اینا به نظر به مو شریعت اسلامی و نظر به قرآن رفتار میکنن. این مشکل است در افغانستان، چون بسیاری از اینا فهم و درست از اسلام هم ندارن. و امروز شما میبینین که مثلا در طور شرایط که امروز اینا آمدن، از این میترسه که دارن که اینا کلگی را میکشه و یا جوان را میکشن، همه به حساب پا به فرار میذارن که از افغانستان باید براین. و طوری که برای شما پیشتر گفتم، چون پیش دیگه قطع شوه که یک پسر جوان 19 ساله ای کار کرد. مثلا ما یعنی به نظر ما فکر نمی کنم که طالبا با پسر جوان 19 ساله که کدام کار داشته باشن، و یا کسایی که با طفلای خود میان میخواین. حالا 3-4 طفل جوان در اینجا مرد کشته شدن. ببخشید متوجه نشدم، برای چی متوجه نشدم، برای چی کشته شدن؟ هیچی، بخاطر به ایرپورت آمده بودن، میخواستن برن امریکا و کانادا، چون برای اینا آوازه شده بود که میگفت شما هر کس برد ایرپورت بدون از اینکه شما پاسپورت داشته باشین، بدون کدام سند و هیچ چیز، شما میتونید با طیاره بالا شوین و شما را میبره به امریکا. و مردم امروز که در مبین ایرپورت کابل اینقدر عرج و مرج است و اینا آمدن به یعنی فکر میکنن که هر کس میتونه داخل طیاره بره و هر کس تونست میتونه به امریکا برن، در حالی که این درست نیست. این تنها برای کسایی است که اگر اینا سند دارن، کسای خصوصا ترجمان هایی که برای امریکا کار کردن، برای اونها اجازه میده که برایشان ویزه میده و ویزه آی پی است که برای اونها تصمیم گرفتن، منتها اونها باید سند کاری داشته باشن که اینا برای اساکر امریکایی کار کردن، ترجمانی کردن، بسیاری هاشون حتی گرین کارت دارن. باز به اونا اجازه میده که اونا را به حساب به امریکا میتونه بیاره، به امریکا و یا کانادا و یا شورای دیگه که میبرن. اما مردم فکر میکنن که همه میتونن این کار کنن. فایز جان یه چیز دیگه هم هست که بعضی میگن، اینه که همه این کسایی که دارن سعی میکنن برن از افغانستان، یا کسایی که مثلا تو فرودگاه اینا منتظرن، یا کسایی که برداشت اشتباهی دارن که حتی بدون مدرک ممکنه یه هواپیما گیرشون بیاد، همه اینا به خاطر این نیست که مثلا از طالبان میترسن. خیلی هاشون هم همیشه میخواستن نمیدونم آیا این برداشت من درسته یا نه، من اینو شنیدم، خیلی از اینها همیشه میخواستن از افغانستان بیارن بیرون، چه زیر طالبان باشه چه زیر طالبان نباشه، ولی الان مثلا فکر کردن که ممکنه الان چون تو این هرج و مرج فرصتشون الان باشه. بعضی خیلی هاشون هم ممکنه اینطوری باشن. نظر شما چیه؟ نه شما درست فرمودین. بله، اما خب شاید بعضی هاش مشکلات اقتصادی و نیفهم که اینا مثلا وقتی که میخواین برن امریکا، یکونه مشکلی که من دیگه میبینم آرمین جان با این مردم که یعنی ما در امریکا گفتم 30 سال هستم، ما اینا رو میبینم در آمین امریکا و در این کشورهای اروپایی که وقتی اینا حال فعلا همه اولی که چرا مثلا حالا شما کشور اسلامی اگر میخواین، اگر شما مسلمان هستین، اگر دینتون قبول دارین، طالبا خود نظر به قوانین قرآن پیش میره. اگر شما به شرایط شریعه اسلامی که میگن شما ایمان دارین، پس گریز شما از اینا چی است؟ اینا چون اینا فعلا در افغانستان در 20 سال گذشته مردم بسیار تغییر کرده، مردم به آزادی ها دست داشتن، مثلا رسانه ها، ژورنالیست ها، اینا همه آزادی داشتن. آیا واقعا میشه اینو گفت؟ برای خاطر اینکه خیلی از موقع ها برداشت ما از مردم افغانستان اون چیزیه که توی شهرهای اصلی میبینیم، یا توی کابل و یا توی مثلا دانشجوهای
دانشگاه‌های افغانستان و اینا می‌بینیم، چون اونا مثلا دسترسیشون هم مثلا ممکنه به اینترنت و اینا بیشتر باشه، این تغییری که ما تو اونها تو 20 سال گذشته می‌بینیم ممکنه اینو نسبت بدیم به همه افغانستان، در صورتی که خیلی‌ها میگن نه بقیه افغانستان اینجوری که مثلا ما تو کابل می‌بینیم تغییر کرده، بقیه افغانستان اونجوری هم تغییر نکرده. نظر شما چیه؟ نه درسته، من با شما به کلی موافقم. تنها شهرهایی که مثلا می کابل و هرات و قندهار و مثلا مزار و بامیان اینجا به حساب تا اندازه پیشرفت کردن، اما بعضی ولایت‌های افغانستان هستن که اصلا امروز نمیدونن، شاید ندونن که رئیس جمهور افغانستان کی است. ای چی شد؟ هستی؟ آخ رفت. فایز هستی؟ یه ذره قطع شد. یه ذره صدات قطع شد. دوباره بگو. فایز؟ نمیدونم چرا کانکشن فایز برگشت. الان بگو. من مقصدم سر این کشورهای این شهرهای بزرگی مثل کابل و امین هرات و قندهار و مزار اینجاست که اینا یعنی تا اندازه مردم روشن‌تر شده. مثلا شما پیشتر فرمودین که مثلا در زمان شاه در ایران یعنی مردم زیادتر شاید به اسلام احترام داشت، و من میتونم عین چیز برای شما بگویم که من وقتی در دهه 70 وقتی من در افغانستان بودم هیچقدر مخالف اسلام نبودم، به خاطر که برای من مشکلی در اونجا وجود نمی آوردن. مثلا آزادی مردم داشت، کسی که نماز میخواند، کسی که روزه میگرفت یا نمیگرفت، کدام جزای برزود داده نمیشد. و اما روز به روز امروز ما میبینیم که همین در خود افغانستان با وجودی که اونقدر یعنی مردم هنوزم روشن نشده، بسیار مردم مخالف اسلام شدن، از دین اسلام خارج شدن. مثلا ما در سوشال میدیا اینجا میبینم، مثلا در فیسبوک، در توییتر، در اینا همراه دوستایی که هستم اونا بسیار مخالفت پیدا کردن، چون زیادتر اینا تانستن که معلومات پیدا بکنن و کتاب یا قرآن بخونن و مطالعه بکنن و سوال بکنن. مثلا در زمان شاه ما هم بودیم، کسی به کس غرض نداشت. اگر تو نماز میخوندی یا نمیخوندی کسی تو را به حساب دوره نمیزد یا بندی نمیشد. یا این مشکلی که زیادتر بعضی از این مردمی که امروز شما گفتین که اینا چرا کلشان میخواین براین، به خاطر که نمی آزادی ها را فکر میکنن که طالب ها از پیششان سلب میکنن، چون نمیتونن به اون شکلی که اینا آزادتر بودن مثلا امروز اگر اینا واقعا همین چیزی که میگن عمل بکنن. من مطمئنم هستم که اینا عمل هم میکنن. امروز اینا که میگن ما تغییر کردیم و ما به حساب بزنها حق میتیم، اینا میتونن کار بکنن، دخترها میتونن مکتب برن. به نظر من این کلش به خاطر یک دروغ محض است که میخوان اینا جلب توجه جهان داشته باشن. یه سال چون افغانستان یک مملکت پول نداره، اگه اینا نتونن به حساب سپورت جهان داشته باشن، اینا مثلا چطور میتونن یک دولت بچلانن؟ چطور میتونن این دولت پیشو برن؟ اما وقتی که در کرسی نشستن، باز اینا همش چون نمیتونن اینا مخالف شریعت اسلامی پیش برن، باید شریعت اسلامی را به حساب مراعات کنن، باید اینا عملی بسازن. تو نیستن بگویی که میتونی آزاد بگردی بدون حجاب، به اونا اجازه نمیدن. این یک چیز از این مخاطر من از طبقه جوان و روشن ملت همین این آرزویم است که اینا باید یک قیام بکنن اگر میخواین که از این شرایط خارج شون، چون دیگر امروز خود کشورهای خارجی فکر نکنم که دیگر حاضر شون داخل افغانستان بره. 20 سال اینا آمدن تا چیزی که کردن، خب تا اندازه کشورهای خارجی هم مقصر است و ما در قسمت خارج شدن امریکا از افغانستان به این شکل به کلی مخالف هستم. یعنی اصلا به می جنگ 20 سال اینا فیض جان من یه سال دارم. بعضی ها دارن میگن که بعد از 20 سال جنگ خیلی از مردم افغان الان امنیت و صلح براشون مهمتر از آزادی خواهد بود. حتی کسایی که مثلا آزادی رو هم دوست داشته باشن، اگه قرار هزینه بدن که این آزادی ها رو نداشته باشن ولی جنگ تموم بشه، حتی اگه به قیمت اینم باشه که طالبان بیاد یک دست همه افغانستان رو بگیره، بعضی هم میگن که باشه آزادی به ما ندین ولی این جنگ تموم شه. یعنی دست چه حیف. فایز منم این چرا کانکشنش انقدر بده وقتی که توی آمریکا هم هست.
من نمیدونم الان این چقدرش درسته، ولی بعضیا میگن که هی میگیم طالبان، البته من نمیگم این درسته یا نه، ولی بعضیا میگن که ببینیم ما الان با خیلی از مدافعین حقوق زن تو افغانستان اگه صحبت بکنیم خیلی از اومدن طالبان به شدت ناراحت هستن، ولی بعضیا میگن ما دسترسی با زنهایی که مثلا تو روستاها و اینا هستن نداریم، اونا ممکنه اینایی که انقدر جنگ دیدن، اونایی که انقدر مثلا هی بمب تو سرشون میخورده یا اینکه اصلا نمیدونن هم واقعی که دارن از یه شهر میرن به یه شهر دیگه آیا زنده میرسن خونهشون یا نمیرسن، اون زنها رو اگه ما باهاش صحبت کنیم اونا اتفاقا ممکنه بگن خب حالا که طالبان بیاد بگیره من نشینی که جنگی تموم میشه، اونا ممکنه اینو ترجیح بدن. البته من نمیدونم چند درصد مردم افغانستان اینجوری فکر میکنن، ولی اینا رو هم باید در نظر بگیریم. من یه چیز برای همین من برای همین میگم اگه برای تبلیغ سکولاریسم دموکراسی این روشایی که مثلا ما با یک ارتش بیام سکولاریسم و دموکراسی رو به یک کشور معرفی کنیم، بعضی موقع میتونه هم کاربردش کم باشه، بعضی موقع میتونه اصلا کاربردش منفی باشه. مردم میگن خب اگه سکولاریسم شما 20 سال جنگشه یعنی برای خودتون، ما نمیخوای. ولی چیزی رو که من پیشرفتی رو که من برای افغانستان امیدوار هستم تو آینده نزدیک اینه که دسترسی به اینترنت به شدت زیاد بشه تو همه جای افغانستان، دسترسیش هم دسترسی اینترنت زیاد بشه هم ارزون، اینترنت ارزون و آزاد. یعنی من خیلی منتظرم که مثلا این پروژه استارلینک ببینم به کجا میرسه، آیا حالا به همه دنیا میرسه و اگرم رسید قیمتش پایین و پایین تر میاد یا نه. این دسترسی اطلاع، یعنی فرض کنیم که ما خودمون چقدر میتونیم حتی کانال ما مثلا دسترسی داشته باشه مثلا به افغانیان بیشتر اگه این اتفاق بیافته چقدر عالی میشه، و دسترسی افغان‌ها به هزاران کانال مثل کانال ما و کتاب‌های بیشتر و عقاید مختلف. یعنی من فکر کنم اگه به جایی برسیم که اکثر مردم افغان دسترسی به اینترنت ارزون داشته باشن، اون اتفاقی که تو این 20 سال گذشته به خاطر جنگ آمریکا تو افغانستان نیفتاد، ممکنه ما تو 5 سال یک پیشرفت سکولاریسمی ببینیم توی افغانستان از پایین به بالا به سرعتی که تو این 20 سال ندیدیم. نظرت چیه فایز جان؟ بله درسته، اما امین الان شما باور کنید من با بسیاری از دوستان که تماس هستم اینا از این طریق اینترنت با امی به حساب رسانه‌های مثلا از شما و یا بعض رسانه‌های افغانی دیگری که در امریکا و کانادا پخش میشم و برنامه‌های مثل شما را دارن، اونا تماس میگیرن، حتی از خود افغانستان زنگ میزنن و نظریاتشان ما میشنویم که اونا چی میگن، و این بسیار جای خوشی است برام وقتی که میبینم که جوانا یعنی با سن 20-25 بسیار با یک نظرهای بسیار روشنگرانه صحبت میکنن و مثلا خب مسائل خرافاتی مذهبی را همیشه نقد میکنن و این جای خوشی است. اگر این پروگرامی که شما گفتین مشکلی که امروز شاید در افغانستان این امکان میداشته، ما مشکلی که امروز ما داریم اگر این طالبا بدانن موفق شوند در افغانستان و اینا ماندنی شدن، من فکر میکنم خیلی مشکل میشه برای جوانا، چون اینا آزادی رو برشان نمیدن. اینا من مطمئن هستم، چون من خودم شخصا مدت 5 سال بعد از اینکه بر امریکا آمدم دوباره به افغانستان کار کردم و ما با اینا کار کردم در زمان خود جنگی بود و اینا گفتم اینا مسئله یک ایدئولوژی است، شما بهتر میدونین آرمین جان، اینا ایدئولوژی است که اینا میخواین، تو نمیتونی اون رو تغییر بدی. و یکانه مشکلی که امروز در افغانستان بازم میگم که اینا درک بکنن که مثلا میبینین که امروز اگر خود جوانای افغانستان هم میخیزن میگن هلا و اکبر، طالب هم میگه هلا و اکبر. نه. پس تفاوت بینش چیست؟ چرا شما نمیخواین که یک واجه های بهتر فارسی رو استفاده کنین در مقابل دشمنای شهار بدین؟ که ما از همین جدا شدیم. البته من یه واژه به خودی خود برتر نیست اگه فارسی باشه به جای عربی، البته من اینو بگم مشکلش دینی بودنش نه اینکه فارسی یا عربیه. ولی فایز جان یه امیدی که ممکنه داشته باشیم، البته امید کم ولی باید یه امیدی هم داشته باشیم، اینه که از لحاظ اقتصاد، یعنی نمیدونم طالبان ممکنه مثلا همون جمهوری اسلامی همه این وعده‌هاش دروغ باشه، ولی من به نظرم پول از خدا قوی‌تره و اگه از لحاظ اقتصادی
برای اینا، برای بقای اینا به نفعشون باشه که یک تغییراتی بدن، اون تغییرات ممکنه به طور خیلی کندی تو طولانی مدت بدن، بخاطر اینکه از نظر اقتصادی اگه به نفعشون باشه. یعنی این امید هست. البته مشکل این است که الان به خاطر ورود دولت چین به از یک قدرت اقتصادی تأثیر این الان کمتر میشه، ولی خب امیدوارم چین هم اگه از اقتصادی حقوق مردمش نسبت به حقوق دولتش بیشتر بشه توی مثلا دهه‌های آینده، خود چین هم ممکنه عوض بشه. ولی چیزی رو که از لحاظ اقتصادی من دوست دارم ببینم، از لحاظ اقتصادی یک کشور رشد بکنه کافی نیست. نسبت اقتصاد مردم یک کشور به اقتصاد اون دولت اگه زیاد باشه، حقوق مردم هم به طور طبیعی اکثر موقع‌ها رشد خواهد کرد. یعنی این پایه پیشرفت عقاید هم همین، اگه یه پایه اقتصادی هم داشته باشه، امید به این وجود داره. یعنی اگه ما ببینیم که افغانستان مردمش از نظر اقتصادی رشد بکنن، این میتونه خودش قدرت مردم رو نسبت به طالبان ببره بالا و یه تاثیرات مثبتی رو داشته باشه. البته نمیدونم، اینا خیلی خوشبینیه، ولی امیدو کاملا از دست ندیم. نه درسته، امید هست، اما با موجودیت چنین یک رژیم که اینا اصلا به انسانیت ایمان ندارن، اینا به حقوق بشر، به طبقه اوناس، به زنها اصلا اینا باجد کرچی میگن، اینا احترام نمیذارن. باور بکنین که اینا اگر ما در مقابل از اینا شاید من اشتباه کنم، شاید اینا همونطور که میگن امید که همونطور که میگن که ما تغییر کردیم تغییر کرده باشن و اینا بتانن جامعه را به شکلی که برای تمام جوانان، خصوصا قشر جوان و دخترها و زنان افغانستان، اینا باید در حکومت اینا باید حصه داشته باشن. اگر اینا را به حساب دستشانه بگیره، این خیلی مشکل میشه. و امروز مثلا شما میدونین که در طرف های پنجشیر و اینجا بعض گروپ های دیگه که میخواین در مقابلشان استادگی کنن، این که چقدر امکان داره که اونا موفق شون، چون حال یعنی طالبان قدرتشان زیادتر شده، چون سابق اگر میدان هوایی نداشتن، حال هم ایرپورت هم دارن، طیاره هم دارن و سلاحشان هم بسیار زیاد. و این یک چیزیست که اگر ما بتانیم، به نظر ما اگر روشن فکرای امروز، ما میخوایم که جامعه را امروز باید یک طبقه جوان به پیش ببره، چون هنوز هم انسان‌های بسیار یعنی جنایتکاری که در افغانستان در این 20 سال اینا در دولت بودند، زمامداری کردند، هنوز هم اینا میخوایند که باز هم در این دولت طالبان هم سهم بگیرند. و ما میخوایم که این انسان‌ها دیگه باید اجازه حکومتداری نداشته باشند. اینا مثلا رئیس اسبق افغانستان، رئیس جمهور سابق کرزی، و یا عبدالله و یا گلبدین حکمتیار، شما ببینید کسی که قاتل کابل است، این نفر بندازه قتل کرده، بندازه نفرای کابل کشته، که اصلا قابل حساب نیست. گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی افغانستان. این شخص، من خودم در افغانستان که بودم، وقت من محصل بودم، اینا این حزب اسلامی دخترانی که در مکاتب دخترها بود و پتلون کاوبوی، پتلون جینز می پوشیدن، میبینید چی میکردن؟ تیزاب منداختن همین حزب اسلامی اینا. و اینا امروز این آدم میخواد که در افغانستان بازم دمی دولت یک حساب بگیره، و من فکر میکنم که شاید بر از اینا قدرت هم برسشان بیایه. و این بسیار جای تاسف است که ما نمیخوایم که اینا دیگه در قدرت باشن. از این خاطر باید آمدچای مسعود کس که اگه این تقویه شوه و جوان ها باید به دور از این جمع شوه، و باید دولت دیگه به دست جوان ها باید داده شوه. قصر روشن فکر باید دولت امروز پیش برن. این انسان ها در 20 سال یعنی به کلی ناکام ماندن، در حکومتداری، در مردمداری، در همه چیز ناکام ماندن، و اینا میخواین که هنوز هم دوباره به حساب صاحب قدرت باشن، با این دولت بازم میخواین که نشست داشته باشن، که ما باید یک دولت همه شمول داشته باشیم. مثلا هیچ معنی نداره که دولت همه شمول بره. این اتفاقات احتمال اتفاق افتادنش توی آینده نزدیک خیلی کمه. برای همین ما باید سرمایه گذاری کنیم برای یه چیزی که برای یه چیز طولانی، برای یک آینده دورتر. برای اینکه ما
نمیتونیم بیایم سریع نتیجه مثبت بگیریم. الان باید وضعیت موضوع رو راهی وجود نداره به نظر من که بتونیم به سرعت عوض کنیم. برای همین باید یه نقشه طولانی مدت تر بکشیم. برای همین باید هزینه هایی که داریم میکنیم روی چیزهایی باشه که پایه‌ای باشه، ریشه ای باشه. بله وال باید خوب ببینیم. ما باید منتظر باشیم ببینیم که اینا در یک دو هفته دیگه اینا چی تصمیم میگیرن، که چی رقم دولت میخوان تشکیل بدن و یا چقدر اینا کادرهای درستی دارن که بتونن دولت به حساب پیش ببرن، که اینا کیارا به حساب میخوان شامل از دولت باشن. این چیزی است که بسیار مهم است برای آینده افغانستان، که اگر یعنی گفتم اگر امید باشه که اینا بتونن از مردمایی که در خارج هستن استفاده کنن، کنا بتونن در دولت حساب بگیرن، خدمت بکنن، یک امیدی هست. اگر اینا بخواین که بازم به مو 6 سال یا 7 سالی که خود از اینا دولت داشتن و پیش بردن به او شکل، فکر میکنم که آینده افغانستان بسیار خراب خواهد شد. دیگر ما خب دیگر رو قدر گفتنی دیگر ندارم، میخوام دیگر دوستان هم صحبت کنن. بازم جهان سپاس از اینکه به ما اجازه دادین که امروز شما صحبت بکنم. ممنون فایز جان، و امیدوارم آینده خوشتری داشته باشیم که بتونیم موقع میام صحبت بکنیم، یه پیشرفته ببینیم، که الان متاسفانه خیلی خبر خوش نداریم. امیدوارم یه روز بتونیم با هم صحبت بکنیم درباره یک افغانستان و ایران بهتر که داریم پیشرفتش رو میبینیم. ممنون از وقتت فایز جان، ممنون که اومدی، برای اینکه ما هم خیلی احتیاج داریم الان که از دوستانی که تجربه های بیشتری دارن از افغانستان بیان برای ما صحبت کنن.